با سلام و درود احترام خدمت هموطنان در جای جای ایران و دنیا. خدمت شما هستم که حکومت دیگه خودتون میدونید، منم میدونم، همه میدونیم که از نظر پولی زیر صفره. اگرم حرفی میزنن آقا فلان جا پول است، همش دروغه، همش دروغه. کاغذ میفتن خالی بندی سر خودشون کلا میذارن، سراب میبینن به مردم القا میکنن که اصلا میدونیم نیست. در نتیجه الان به دریوزگی و گدایی افتادن تا واکسنایی که نمونه بهشون دادن که بیان بزنن دارن میفروشن تو بازار، تا به این حد به فراکت و بدبختی افتادن. اینا تمام تلاش میکنن که کامیونا به خصوص سوخت حرکتش ادامه بده و به هر نحوی هست این چرخ به چرخی، وگه نه اینا ثابت هستن. این تو واقعا یه روز دو روز ده روز پونزده روز یه تموم شده است. در نتیجه از تو خواهش میکنم برای تسریع در فروپاشی حکومت، حکومت دیگه هیچ حامی در دنیا نداره که بگیم آقا این مقدس میکنن، هیچ حامی در دنیا نداره، تمامشون پشت کردن بهش، پشت وحشتناکی میکردن بهش، تازه طلبکارش هم شدن حسابی، حالا صورتحساب براش میرسن، کار در کجا کار هستن. در نتیجه تهدید میکنن، مائل میکنیم، بم میزنیم، فلان میکنیم، بدترش میکنه، یعنی کار خوب چیز نمیکنه که مثلا اونا بگن خب بترسن. اونا میگه دندون شما رو شمردن، همه چی شما رو میدونن، وقتی تو هر 50 تا نیروی سپاه یک جاسوس دارند، اونا نیروی مفیدشون از شما خیلی بیشتره، یعنی بازی شما رو میدونن، خودشون یادتون دادن. خلاصه به قول معروف برای همه بله، واسه اینا هم بله، اینا خد همه چی شما رو میدونن زیر و بالاتون. صدام حسین رفته قایم شده بود، حسنی مبارک میگفتش که ما ترنگ شورت صدام رو میدونیم، اینا تا رنگ شورت شما رو میدونن، خاطرتون جمع باشه، چون اونها نمیخوان دیگه بیشتر ضرر بکنن. در نتیجه دوستان بیان و باز همون دستوری که یا فرمانی شازه رو اول در اون نافرم مدنی بین چه نافرم مدنی محصر دوستان بین چقدر اثر گذاره. الان یک قبض که نپردازید یا دیر بپردازید، بچه مامورا باید خجالت بشن به رسالت تقاضا قبض رو قطع کنن، باید شرم بمیرند. از کی دفاع میکنید که این پول رو بدن به یمنی ها، بدن به سوری ها، بدن به عراقی ها، بدن به کجا بدن؟ به فلسطینی ها که اون طوق لعنت از گردن و کسافت لجن خامنه ای هست؟ نکنید آقا جون، آقا شما ایرانی هستید، هموطنته، پول رو بگیری بده به اونا، بدن بدن به اونا. عجب حرفیه، شما شریک جرم هستید. اینو بهتون بگم، اگر میگه آن را که شهر راکت خدا میگیرد، اگر فرض که آمدین این برابر کرد کلا کلا کردید، ولی خدا جیگرتون در روزگارتون سیام کنه، چون دیگه الان همه چی مشخصه براتون، محرزه که اینا به فکر ملت نبودن، نیستن و نخواهم بود و فقط فکر نیستن الان مثلا اون زن سیغه ایشون تو لبنان توی برابر اینا، اینا پول اونا برسونن. سپاه فقط به چاپ به تیغ بلیسه ریشتراش کنه بر اونجا، نکنید آقا جون، به مرد فشار نیارید، دستور بتون بری در خون بیچه رفتی آقا نشون مردم پرداخت نکنن تا جک ممکن است، خواهشن نکنید آب برگاز رو پرداخت نکنید، تلفن هم خودتون میدونید. ولی در نهایت میخوام بهتون بگم هر قبضی که پرداخت نکنید، دیر پرداخت کنید، یک تیشه به ریشه حکومت هست. اینو دیگه خودتون بهتر از من میدونید، این کار مهمه. از این ور نیروی چیز بازش هستن که خب خودشون حرکت دارن، حرکت کردن، حرکتشون ادامه داره و از این هفته دیگه تصادی رشد میکنن. ادارات هم لطف کنن کمکاری کنند، تو چک کنن کمکاری کنن، مشکل نداره که میترسه حقوقتون قطع بشه، 100% تا یک ماه دیگه قطع شد، یا قطع میکنه یا پول چاپان کرد، تورم میشه دو برابر، قدرت خرید میشه نصف. دیگه تو خوش اسم کپتر حرم اسمتون نه، و بعد حقوق نمیتونم بهتون بدن، فوقش یک ماه دو ماه بتونم دیگه اونجا هم نمیرسه، دیگه هم نمیتونم بدن. وقت دیگه خجالت شما، خجالت شما پای من، خجالت شما پای من که تا آخر لحظه استقامت کردید که رفتی سر کار آمدید، خجالت شما مال من، خجالت شما هم مال ما، مال ما، مال محمدی. نمیخواید یه قدم بردارید؟ یه قدم کوچیک نه، این سر کار کسی با از گرسنگی تو ایران نمرده، واسه خودتون میدونید. ضمن این پولی هم که به شما میدن حکومت، مال خودتونه، مال خود ملته، با منت به ما میدن، یاد گرفتن اینو از کی کار انجام بدن، پول خود مردم رو از کیسه خود مردم رو به روغن خود سر خود چمارن، بهره هم میگیرند. خوب ما رو گیر آوردن نه، ولی خب آخر خطشون، آخر راهشونه. این نسل جوان چیکارتون رو در میاره؟
من گفتم آقای روحانی خامنه‌ای کثافت نجاست، حرومزاده، گفتم بهت. این آخر اختیار منه، چون من میدونم بعد چه اتفاقی میفته. از دست منم کارو بر نمیاد، هیچ کس از کار دست کار بر نمیاد. وقتی حرکت کردند این ملخ میشه تو بزر روزگار تو سیاست. هنوز وقت دارید، چند روز وقت دارید، بجنبید، برگردید، تسلیم بشید. بدبختا بهتر از له شدن از این دست به هم است، بهتر جیگرتون در بیارند. ولی خودتون بدونید من وظیفم گفتم. دیدین که من کلیپ قبلی گذاشتم صوتیه رو، اون استاد حوزه علمیقون چی میگفت؟ آخونده چی میگفت؟ آقا اینجوری میکنن با ما، این رفتار میکنن، میان به ما میگن. پس چی؟ جیگرتون در میارن، روزگارتون سیاه میکنند. بدبخت ها برگردید. چرا خودتون رو با دست خودکشی میکنید؟ من نمیدونم چرا. برگه طرف ملت دیدی که تو کلیپ چی گفت آخرش قسمتشو که در دیگه آمادگی ندارم بذارم دنبالشو، به دفعه دیگه حتما این کار خواهم کرد. خیلی کلیپ جالبی بود. خب خدمت شما عرض کنم که حالا من گفتم بهتون اینا از ایران استفاده میکنن که بتونن خرابی توی امارات به وجود بیارن و جنگ و زبین رو راه بندازن و ساختمان امارات خراب بکنن، تاثیرش از بین ببرن. امارات فقط کافی یک هفته برق نداشته باشه، خود به خود نابود شده است. که حالا سفارت امارات توی اتیوپی رو زدن یا میخواستن بزنن، ایران رو مقصر توش آوردن که تو ایران این کارو میکنه، نکنن بهش میچسبونن. توجه کردن بتونن هم خسارت بعدن بیا خسارت بخوام بگیرن. اما دیگه بس، خیلی خوردید، خیلی بردید. خفتون میکنه نکنید، خفتون میکنه نکنید. یا آقای بود همینجوری بود دیگه، با هرس غذا میخورد، لقمه میخورد اینجوری. بعد این بنده خدا پیش کاری داشت، بعد دید این سیاه شده، بعد گفتن این کشته است چون باش دشمنی داشت. خواسته قاضی دمش گرم که فرستاد چیزی، گفتن نه این لقمه تو گیرش گیر کرده، اینقدر محکم خود گیر کرده مرده. لقمه خفتون میکنه چون آه و ناله 80 میلیون پشتشه. بس کنید، خجالت بکشید، شرم کنید که نمیشه. ولی خب وقتی نارش نکردید، اون کسی که باید بکنه کار سر شما خواهد برد. بله حالا چیز کردن که 15 نفرم دستگیر کردن به قصه و بعد میچستن بیران و دیگه خلصه خودشونه. من نمیتونم چی بهتون بگم. عفو بنابراین که کاسه از آشتاختر شده و میر حسین و اینا داره مانوف میده، مبارکش باشه. شما در طول 40 سال هست یه غلطی بکنید، اینقدر غلط بکنید، یه بچه اعدامی 17 سال 18 سال رو خلاص کنید، حالا آمده برای این حرف میزنی، چطور شده؟ احساس خطر میکنی نه؟ خیلی احساس خطر میکنی. ولی دیگه تموم شده هستی شما. خب خدمت شما عرض کنم که یک بار دیگه با هم مرور میکنیم نافرمانی مدنی رو، کمکاری رو و اعتصابات خیلی آروم و بی‌سرسر. چون نیازی به حرف نداره، اینا دیگه شکی حرف نیستن. نیروها شدید ریزش کرده، نیروهای انتظامی شون، سپاه که خیلی ریزش کرده، چون دیگه شناختن شما هایی نشناختن تو خودشون شناختن و فهمیدن که خامنه‌ای به فکر هیچ کسی حتی بچه‌هاش نمیتو خودش، فقط فکر خودش، براش اهمیتی نداره و این دیگه گندش در اومده. قالیبا که هرچی گند عالم و آدم توی سفر زده، حیثیت خودش رو برده، حیثیت خامنه‌ای رو برده. خب آدم ناشه همینه، آدم بی سواد همینه، آدمی که میره یک بار دو بار سه بار چهار مالک شدی بعد چی میشه؟ میشه اتفاقی که افتاده. و رئیسی هم که رفت عراق، آقا رئیس هم عراق بمون اگه نمیدی بر نگرد، برگردی کلک کنده است، نفس آخروز آخر تو ایران. گفته من کاندید نمیشم. نه جان ماده به کاندید بشو. حالا محسن رضایی دیگه خلاصه عزم جزم کرده که باز یک چند میلیون فوش به پدر مادرش بدن، روزگارش رو سیاه بکنن. و چند نفر دیگه مثلا آقای قرضی هم که شعار انتخاباتیش انتخاب کرده، خاک بر سرت بکنم بیا ورزه بیا قد. و چند نفر دیگه که دوست دارن مثلا اینجوری بشه، ولی خب اینا قریب مقدار زیاد فوش واسه پدرش میخرن. و مردم هم که قطعا مشخصه که زیر 5% و کسایی که مال خودش سنتی و خودش از ورق مرفا، اونایی که خلاصه شرم و حیا نمیکنن و باز اینا رأی میدن که پیشنهادشون رأی مهر بخوره. ولی این مهر بدبختی شما در آینده است.
در آینده شما و سرنوشت شما است مورد بدبختی است. نه که بگم کسی کاری بشه، ولی اونایی که ببینند خود به خود تو فلرتون میکنند که شما رفتین رأی دادید، اون مهر تو شناسنامه شما این دفعه 100% به ضرر شماست. همه مهر قدیمی چی؟ هر جا بخواید برید اونو ببینید شناسنامتون، فقط تو فلرتون میکنند. هر چی هم به شما بگن حقتونه، فحشون حقتونه، هر چی بگن حقتونه، چون خودتون خواستید، خودتون با دست خودتون رفتین کار کردید. کسی برای حکومتی که این همه جنایت کرده، این همه جنایت کرده، این همه اعدام کرده، این همه دربدریه، این همه شکنجه کرده، راهی غیر از این بلد نیست. خنده الله مردم ایران گرفته، 40 سال مردم اسیر کرده، وقتی باز میتونی رأی میخوای بدی؟ نه، من به فرهی رأی دادم فقط مهر بخوره. این مهر، مهر بدبختی و فلاکت تو خودت به خانواده‌ته. چه دارم بهتون میگم؟ تا حالا مهر رو افتخار میکردی؟ حالا افتخار ترتیب شما رو میده. کی بهترم میگم؟ خودتون میگید. خب کار کوچیک اثراتش خیلی بزرگه. این نافرمدنی اثر بزرگی داره. هر یک قبض یک تیشه محکم به ریشه این هاست. حالا دیگه ببینیم چی میکنیم. من مطمئنم اصلا عمل میکنیم، چون دیگه چیزی نداشتن اینا رو برسیدن بار گرستان میاد. ما وقتی غذا نیست گشتگی هست، ترس دیگه نیست، و بیایم یه کاری بکنیم که اینها با هزینه کم برن بیرون. اگر هزینه زیاد کار نداره، ظرف 3-4 ساعت یه ده وسط سو استفاده میکنن، مملکت به خاک خون میکشن، غارت میکنن و امثال هم. این که من میگم مسالمت آمیز راه ممکنه که شازده از اول فرمودن. گاندی هم همینه میگفت، میگفت ما نمیخوام چیز بشه، ما با نفر مدنی انجام شه کرد، با نفر مدنی انگلیسی رو بیرون کرد، با نفر مدنی انگلیسی با بوق و بوق ماشین بیرونشون کرد، با ناس بیرونشون کرد. باورتون میشه؟ ولی کرد. بوق روزگارشون سیاه که اعصابشون به هم خوشن رفتن. بوق ماشینا البته هر روز هندی بوق میزنن به خاطر از موقع میشه هورن پلیس، یعنی فکر کنم به خاطر این نه در اصل این نفر مدنی. خب دیگه کم کم خط دوستانی که بزنشون میشه چه کاری میشه کرد برای تسری در فروپاشی حکومت، که فروپاشی البته خودن تو خودشون خیلی تخیلات دارن، توهمات دارن، اشکال نداره، هر چی متوهم تر به نفع ماست. راهکاری به نظر میرسه، روشی به نظر میرسه، اعلام بکنم به من در خدمت هستم. خیلی روز خوبیه، نه روز خیلی خوبیه. ما همینجور ما همینی میخواستیم، همینجا رسیدیم که حکومت دیگه رو پای خودش نتوایسته. فساد فساد فساد، خیانت، جنایت تو خودشون، این موریانه خورده پایه هاشون، هیچیش نمونده، هیچیش نمونده. ایام بکنم بگرم باشه.